تاریخ گواه است که هر یک خلق و ملت با دستاورد کشفیات آثار علمی تمدن و فرهنگ خود در گنجینه علم و معرفت جهانی نقش باسزایی گذاشته است. تاجیکان نیز با میراث بای و غنی علمی و فرهنگی با یافتهای نادر دارای موضعهای تاریخی و عنعنههای ملی در عالم معلوم و مشهور گردیده است. قید کردن جایز است که با شرافت دستور و هدایتهای فرهنگ دستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ارزشهای تاریخی و فرهنگی ملت کهن بنیاد و تمدن آفر تاجیک دوباره احیا گردیده استوده است. امروز برای احیا نمودن عرف و عادت، عنعنههای ملی، آبیده و موضعهای تاریخی، جستجوی و پیدا کردن آلاتهای مهنت دورههای قدیم اجدادان، سیکههای نقرگین و مسی و دیگر اشیاهای قرنهای گذشته توجه خاص داده شده استوده است. یکی از یادگاریهای معماری و تاریخی بی‌نظیر استرخشان بستانی قلعه مقفه حساب می‌رود. کشفیاتهایی که بستانشناسان تحت سروری اکادمیک یوسف شاه نخوبی سال 2017 گذرانده بودند اثبات نمود که هنوز در این قلعه و اطراف آن 8000 سال پیش آدمان زندگانی نمودند. سال 2017 هنگام آغاز کارهای تخت و هموارکنی برای احیای این یادگاری اجدادان در مرکز قلعه مو از زیر خاک انشاءات با چوب و ارچه ساخته شده برآمد که آن را بستانشناسان جای خزینه بیک یوروتپه رستم بیک شجاع دانستند. نگفته نماند که همزمان از زیر خاک دو تبری سنگی که تاریخ آن را عالمان و دوره نئولیت یعنی 7000 سال پیش منسوب دانستند با چنین تبرهای سنگین اجدادانمان در دورههای جمعیت ابتدایی حیوانات را شکار میکردند. ثانیاً آن سال هنگام ساختمان در قلعه مو کوزه سپولین دریافت شد که از داخل آن 1006 تنگههای مسی و دو نقره برآمد. این دلیل آن است که زیر خبت خاک این قلعه بستانی آبیدههای نیاگانمان همان و محفوظند. قید کردن جایز است که محض در پیروی هدایتهای سرور دولت محترم امامعلی رحمان بابت احیای تاریخ و تمدن خلق تاجیک و پیدا نمودن بازیافتهای بستانشناسی در قلعه موغ شهر استرخشان سهم رهبری مجمعی تاریخی و یادگاری قلعه موغ انسان تشبثکار و مهنت دوست و جانفیدای کسب خویش میرزا علیمو بسا نظررس میباشد. با اقدام و تلاشهای زیاد عاید آنکه قلعه موغ تاریخ بیش از 7000 ساله را دارست ماه مارس سال روان عاید آغاز نمودن کافتوکاوهای ارخیولوگی در نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و اکادمی کشور مسئله گذاری نمود که آن از جانب این ساختارهای دولتی من جمله رئیس فرهنگ دوست شهر عطام محمودزاده دستگیری یافته ماه آوگوست کافتوکاوهای بستانشناسی از طرف دکتر ایل پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورو نبی رحیمو و نامزد علمهای تاریخی همین دانشگاه شوکت شریفو آغاز یافته بود که آن نتیجههای دلخواه داد. در این جدا به این علمان تحقیقاتی زیایان دلسوز فرهنگ پرور یعقوب صالح‌زاده معمار فهرس نادیرو حامید امینجانوف کارمندان صاحب معرفت مجمعی یادگاریهای قلعه موغ ابوالخیر اویزباقیف عارف عابیدوف بوبوجان ابراهیمو حمزه ابوالخیروف نظیرجان نوروف و گلبهار جمالو بابت کافتوکاو یاری بهوسته عملی رسانیدند. از آن روزی که شما رهبری مجمع تاریخی و یادگاری قلعه موغ تعیین گردیدید، در پیش خود چی مسئله ها را گذاشتید؟ چی گونه نقشه ها کشیدید؟ همچون دیرکتری مجمع یادگاری تاریخی قلعه موغ تعیین شدم و همان روزی که همراه رئیس محترم شهرمان عطام مامورزاده وا خوردیم، من به آن کس گفتم که مقصد از تعیین شدن من، مقصد از آغاز کار من در قلعه موغ باید همین باشد که ما باید تاریخ گمگشته شهر استرخشان خود را برقرار کنیم. من همین در همین کتاب من یوسف شاه یعقوب و مظفر عزیزف نوشته شده است که زمین کفتکوها در همین جا یعنی یک حجره ای را یافتند با مساحت 5.7 یعنی 35 متر کوادراتی که با چوب پرداز گردیده است. جای و طرز ساخته شدن حجره به خلاصه آورد که آن ممکن خزینه های حاکم شهر باشد. هنگام تازه کردن حجره از داخل آن تخت سفال های دراز رویه زیاد یافت شدند که به سفالک ها چریپیت سی پوشیدن بوم شباهت دارند. ولی کشفیات از همه مهم در داخل حجره این بازیافت دو تبری از اصل سنگی می باشند که منصوب زمان نئولیتی یعنی هزاره پنج پیش از میلاد بوده. هنگام کارهای ساختمانی این تخخانه آنها را همچون مساله استفاده کردند. از این بر می آید که ساکنی شوی اولین آدمان در حدود شهر یا نزدیکی های آن هنوز 7000 سال مقدم به عمل آمده است. به غیر از این از زیر همین زمین آمفی‌تئاتر
سکه‌های میسی و نقره‌گی را پیدا کردند به مقدار 1316 عدد که از این 1315 عدد را از نام جناب عالی پیشوای ملت به آثارخانه ملی تحفه کرده شده است و امروز ها همین 1315 تنگه در آثارخانه ملی قرار دارد و ما با رئیس محترم شهر احتم محمدزاده نقشه کشیدیم که در آینده با استفاده از رهبریت جمهوری تاجیکستان اقلا یک قسمی اون تنگه ها را آورده به آثارخانه خود ما نگاه می‌داریم. همچون نشانه تاریخی قدیمی شهر استرابشان و اون دو تبری سنگینی که در اینجا پیدا شدگی بود این هم بعد از 2018 شخصانی که با ما نامعلوم گرفته برده بودن و شکر میکنیم که با کمک عطا مامورزاده پیدا شدن و امروز این دو تبر رو من همچون گواره که چشم خود نگاه داشته استودم. آره، این گفتگوهای ارکیولوژی بستانشناسان از زیر خاک آثار بنیانکاری های نادر زیر زمینی اجدادانمان دو قبور اخبرتای سفالین دراز را پیدا کردند که آن به عصرهای 8 نوی میلادی تعلق دارند. نگفته نماند که هنگام گفتگو اینچنین بام خانه به چشم رسید که آن پورا با بالارهای ارچگین پوشیده شده دایر به کدام قرن وابسته بودن آن تحقیقات را طلب می نماید. تذکر باید داد که این خانه ممکن خزینه باشد. حالا این نشاط قدیمه پورا از زیر خاک برآورده نشده است. گروه جودی تلویزیون محلی تحت سروری روزنامه‌نگار بهرام یوسف‌زاد دایر این کشفیات‌های نادر از نزدیک شناس شد. با اقدام شما، با اقدام رئیس شهر محترم عطام امرزاده، دستگیری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تابستان سال جاری در قلعه مخ تحقیقات‌های بستانشناسی آغاز یافتند و چنان که میبینیم در اینجا علاقه بسیار کشفیات ها شدند. میخواستیم که اندیشه خود را دایر این مسئله بیان کنید. ماه آگوست سال جاری من با دستگیری وزارت فرهنگ با پروفسور نبی جان توردیالیج رحیموف که در دانشگاه خوجند کار میکنند اجازه‌نامه را آید تشکیل گفتگوهای ارکیولوژی در قلعه مرغ شهر استرابشان گرفته با اون کس سپریدم و در نتیجه در یک جایگی با پروفسور رحیموف نبی جان توردیالیج و همچنین همشهریمون شریف شوکت جان ما گفتگوهای ارکیولوژی را در قلعه مخ آغاز کردیم و در نتیجه 15 آگوست در همین موضع ما یک قبور اوپارتوی که تعلق داشته است به عصرهای 8 و 9 میلادی این رو دریافت کردیم که در این قبور دو لوله آبگذاری هست که با سفال ساخته شده است و خشت های این متعلق به عصر 8 بودند چنان که پروفسور این رو تصدیق نمودند و با گچ و گلیبوتا نصب کرده شدند و آن دو لوله آبگذاری که از سفال ها ساخته شدند ما ضمن حفریات تفتیش کردیم که هر یکی از اونها با درازی 15 متر رو دارن و برای اون که بعد از 15 متر ما بچی میبرویم و کدام با کشفیات رو میبرویم ما اون طرفی همین لوله ها رو نیست کفتیم و در نتیجه معلوم گردید که در پهلوی همین لوله ها یک امارت نمایان است یعنی بالارهاش نمایان است. متاسفانه وقتی گفتگوها گذشته بود و درس در دانشگاه خوجند آغاز شد و پروفسور نبی جان رحیمی با کارهای خودشون مشغول شدند و موقتا کارهای حفریاتی قطع گردید چون که امروز ما یکان ارکیولوژ یعنی بستانشناسی نداریم که در یک جایگی ما همین گفتگوها رو دوام دهیم. لازم به یاد آوریست که بستانشناسان در چخوری بیش از 4 متر اینچنین چند سقانه رو پیدا کردند که در آن سکلیت های اجدادان ما منصوب به دوره تا اسلامی بوده آنها هین زندگی به خدای آتش پرستان اهورا مزدا سجده می کردند. در یکی از خندق هایی که در اون طرفی دیده می شد دستی راستی من ما سوانه استخوان های
اجدادان خودمون رو دیدیم دیدیم که در یک جو جمع‌آوری کرده شدند و اینا با زبان لاتینی همون داره و میگفتند اسواری منومیدند یعنی سغانه استخوان‌های مردمی که آتش پرست بودند و آتش پرستان همی خیلی عادت داشتند که اگر دوهیهاشون بزرگوشون وفات کنند آنها رو برآورده در یک جو میموندند که تو استخوانشون تازه شد و اون استخوانهای تازه رو گرفته در یک جا نگاه میداشتند من در اونجا اگر دقت داده باشید اگر ممکن است که جسدی ده ها نفر اگر پهلوهاش کوین با حاضر نمایان شده شده است استخوانهای دیگر ممکن صد ها نفر در اونجا استخوانشون جمع آوری کرده شده است و یعنی اینم یکی از بازیافت‌های تاریخی ما است چون اون که من پروفسور هم تصدیق کرده گذاشتن یعنی این تعلق دارد با عصرهای 4 5 پیش از میلاد این نشان دهنده تاریخی بزرگی خلق تاجیک است چند پیش با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و با کوشش و غیرت کارمندان مجموعه تاریخی و یادگاری قلعه مو خصوصا عارفجان عابیدو و حمزه ابوالخیرو با مقصد امین داشتن آن حرفیاتهای نادر ارخئولوگی از برف و بارون بالا پوش کرده شده راهرو زینپایههای زیرزمینی برای سیاحان ساخته شدهاند این رسو ده ها سیاحان خارجی و داخلی با این کشفیات ها از نزدیک شنا شده باری دیگر درک می کنند که تاجیکان دارای میراث بای تاریخی و تمدن آریایی می باشند. این رسو شهروندان زیاد این آبیده های نیاگانمان را از مد نظر گذرانیده خیلی بوجه آمده خرسندی خود را بیان می نمایند. چنانی که شهروند مطلوب سمی و می گوید. رحمت پیشوی ملت با رحمت. رئیس شهرمون بر رحمت رئیس ولایتمون بکه همین کارهای تشکیلی تاریخی شهرمون برپا کرد این جای قلعه خون یک جای تاریخگاه آینده اینجا به توریست و مهمان ها میبیان نبیره هم و فرزنده همون میگیم که اونجا جاهای تاریخی آینده شما هم رفته زیارت کنتم ما هم دیدیم امروز رفته جاهای تاریخی شهرمون چند روز پیش کارمندان مجموعه هینی به ترتیبواری کنار نیشبی سمت دیوار شمالی بیرون دیوار قلعه ناخوز کوزه سفولینی را پیدا نمودند که قسمی بالای آن شکسته بود و چشم آنها در داخل کوزه سنگ سیاهی نمودار شد بعد تازه نمودن آن سنگ سیاهی خیلی سفته در روی آن با فکر ما خط میخی یا پهلوی کوشینکاری کرده شده است من در وقتی که شخصشناسی میخوندم انمی خیلی خطا کتی در باره دارا شاه دارا نشه شده بود که آدم دار یوش خشایه اسیا خشایه اسیا نم خشایه اسیا وزرکا خشایه اسیا ده یو نم گفته یعنی من دارا دارو داریوش من شاهی شاهانم شاهی وزیرانم شاهی ده ها هم گفته همین خیلی بود همین خیلی خط حقوقی کاری بودم این شاید همون نشانه همون خطی بیخی در ریخ اخوخ مندش شو شوید باشد این حال این سنگ نادر در اصارخانه قلعه موخ محفوظ بوده اون تدقیقات باستان شناسان را طلب می نماید طوری که پیشوای ملل محترم امام علی رحمان پیوسته تاکید می نماید تاریخ بای نیاگان، فرهنگ و مدنیت قدیم و عرف و عنعنه های ملی دوره های گوناگون این نشانی آن است که تاجیکان در گنجینه تمدن عالم مقام خاصه را دارند.